خب دوستان، این امروز جلسه پنجم کلاس روانشناسی دل آرام هست. اگر تهران مشهد اینا چیه؟ بله، پاکش اقلن میتونیم بکنیم با یک کلینکس یا با یک چیز. به هر حال در این کورس ما از ابتدا از اینجا شروع کردیم. ببخشید کسایی که تو فیسبوک ما رو میبینید، این اقدامات پیشبینی نشده است. ما در این کلاس در پنج جلسه گذشته که در چهار جلسه گذشته که داشتیم، امروز جلسه پنجمه، صحبت از این کردیم که چه چیزی موجب آشوب یا تشویش در دل ما میشه، یا چه چیزا و چه عواملی آرامش دل ما رو برهم میزنه. و به تدریج آمدیم جلو، از طبیعت انسانی صحبت کردیم، از اتفاقاتی که در مغز میفته وقتی که ما بیم و هراس یا تشویش یا آشوب تجربه میکنیم، از استرس به عنوان یه پدیده زمانه خودمون صحبت کردیم. هورمون استرس رو گفتیم که چه میکنه و چرا وقتی که هورمون استرس بالا میره دل گرفتار آشوب و غیره میشه. و گفتیم که امروز در پیشرفته ترین نگاه های روانشناسی علمی به مسئله دل آرام و دل ناآرام، ما به یک نزدیکی یا یک ازدواج بین نوروساینس یا عصب شناسی رفتار با مکاتب عرفانی، چه مکتب عرفان بودایی باشه، چه عرفان کاتولیک باشه، چه عرفان به اصطلاح ایرانی و هندی و غیره، نزدیک میشه یه مقدار. و گفتیم آشوبی که ما ازش صحبت میکنیم، اگر چه بیوشیمیش در مغز اتفاق میفته، ولی تجربه این آشوب در دل اتفاق میفته. و در نتیجه راجع به دل هم یه مقداری صحبت کردیم. هفته گذشته مسئله دل از یک سو مفهومی به عنوان محل تلاقی حالات عاطفی هیجانی، بعد از یک طرف به اصطلاح عناصری که به این دل آرامش یا به این دل بیقراری میبخشن صحبت کردیم. و قسمت اول برنامه هفته گذشته رو بهار راجع به استرس های روزمره، چون هدف این کلاس فقط این نیست که رو مفاهیمی که خیلی انتزاعی هست تاکید کنه، بلکه میخوایم اون چه که میتونیم تو زندگی روزمرمون ازش استفاده بکنیم هم صحبت کنیم تو این کلاس. در نتیجه هفته گذشته بهار راجع به استرس صحبت کرد. از شماها پرسیدیم چه چیزایی استرس میده بهتون تو زندگی. یکی گفت بیپولی، یکی گفت بچه هام، یکی گفت مرگ، یکی گفت ناتوانی و پیری. هر کسی از ترس از دست دادن شغل، از استرس های مختلف صحبت کردید. بعد بهار از شیوه هایی که میشه، افکاری که در ذهن ظاهر میشن و موجب بیقراری دل میشن، این شیوه هایی که ما چطوری میتونیم بخش معناسازی مغز رو و اینکه چه اتفاقی در مغز میفته که ما یهو فکر میکنیم همه درها بسته است یا همه راه ها به بن‌بست رسیده، چگونه از اون حالت بیایم بیرون و در نتیجه راه حل های خلاق پیدا بکنیم. مغز در حال آرامش بهترین شیوه های حل مسائل رو قادر انجام بده بنا به تجربیات هر کدومی که داریم. ولی اون لحظات بیم و هراس و اون لحظات شوکی که یک هما احساس
پاکباختگی و ناتوانی و عجز میکنیم و این رو هم میدونیم که به اصطلاح learned helplessness یا عجزی که ما بهش عادت کنیم اون وقت توانمون رو در جمع پایین میاره. امروز الان بهار بر نیم ساعت اول بخش دوم گفتگوی هفته قبلش رو ادامه میده و منم دوباره بر میگردم به اون بحثی که چه میشود که تنهایی یک انسان بزرگترین ریشه تشویش و آشوب دلش میشه. با سلام، تشکر از دکتر فرنودی. همونطور که گفتن دکتر فرنودی، ما هفته پیش من فکر کنم حدود 17 تا سوال بود که اون سوالا رو همه رو به فارسی هم ترجمه کردم، توی فیسبوک خانم دکترم گذاشتم، امیدوارم بتونید ببینید. من پست کردم، اومد اون قسمت سمت چپ همه رو تو هم پست کرد نوشته بود، من ولی مرتب نوشته بود. من بفرستیم، من میدم به میزبان فیسبوکم که اون بذاره رو صفحه اصلی. بله، میشه یک کمی میکروفون فاصله بگیریم. اکو میشه الان. خب اون سوالایی که گفتیم که از خودمون بپرسیم، که گفتیم که ارزیابی اولیه، ارزیابی ثانویه، اونا خیلی سوالای خوبیه که هر موقع ما یک عامل استرس ایجاد میشه که به طور حاد یا یه چیزی دفعتاً تو زندگی ایجاد میشه، یک عامل استرس ایجاد میشه، ما بتونیم اونو در واقع ارزیابی هامونو دوباره مورد ارزیابی مجدد قرار بدیم با اون سوالایی که گفتیم. و یه چیزی که میخوام امروز برم روش و راجبش بیشتر صحبت بکنم، این در واقع همون تکنیک شناخت، دوباره همون ادامه تکنیک های شناختی هست، ولی این دفعه میخوام بیشتر سوالایی یا خطاهای شناختی رو بهش اشاره کنم که با استرس های مزمن بیشتر در ارتباطه، یعنی افکار تکراری که همینطوری هی مرتب تو ذهن ما میرن و میان. خطای شناختی که بهار ازش صحبت میکنه، اول یه تعریف کوچولو بکنیم. خطای شناختی یعنی چی؟ ببینید، رخدادهای زندگی بسیاریش در کنترل ما نیست. ما از در خونه میایم بیرون، اصلا تصمیم نداریم بزنیم به یه ماشین بغلی، ولی یهو میزنیم. نمیدونم، صبح بلند میشیم، همه چی خوب، میخوایم بریم، یهو میبینیم صف داره چیکه میکنه، میریز. نمیدونم، یهو داریم برنامه میریزیم که بریم یه جا، میبینیم که کیف و لایسنس و کردیت کارتامون یه جای گم کرد، یا این تلفنی که همه زندگیمون توشه نمیدونیم چیکار کرد. رخدادهای زندگی قابل کنترل نیست و تردیدی در این نیست. شما این مدل رو همیشه تو ذهنتون اگر نگه دارید، اون وقت به خطاهای شناختی که بهار تعریف میکنه خیلی راحت‌تر پی میبرید. و اون اینه که وقتی یه اتفاقی میفته، ذهن ما اون اتفاق رو یه جوری معنا میکنه یا ازش یه شناختی به دست میاره. مثلا وای دیگه اینطوری شد، یا مگه من دیگه میتونم این تلفن رو اصلا اطلاعاتش رو به دست بیارم دیگه، همه زندگیم رفت. و حالا یه شناخت یا یک معناسازی میکنیم. این معناسازی هر چی باشه، مثبت، منفی، کم هراس، پر هراس، کوچیک، بزرگ، واقعی، غیر واقعی، هر چی که باشه به دنبالش حس به وجود میاد، در ما حس به وجود میاد. این حس موجب رفتار میشه، رفتار میاد تو رابطه و زندگی. خب ارون بک میگه تو این اتفاقایی که میفته، ما نه رو رخداد کنترل داریم و نه رو حسی که بعد از معنا به وجود میاد و نه رو رفتاری که بعد از اون حس به وجود میاد. ما تنها جایی که کنترل داریم روش اینه که اون رخداد رو چگونه ارزیابی کنیم، چه شناختی ازش به ذهن خودمون بدیم، چه معناسازی بکنیم. هرقدر خطاهای ما در اون معناسازی کلیگویی باشه، بدبینانه باشه، نمیدونم ناشی از به اصطلاح تعمیم دادن باشه، به عوامل غیر واقعی نسبتش بدیم، شانس من لعنتی، من میدونم که تا یه اتفاق خوبی به هم بیفته حتما پشتش یه مصیبت، اینا
معناسازیایی که هر چقدر ذهن ما گرفتار خطاهای شناختی باشه، احساسات مزخرفتری در ما شکل میگیره، در نتیجه رفتارهای مزخرفی از ما صادر میشه، در نتیجه روزگارمون مزخرف میشه. حالا این خطاهای شناختی رو بهار میخواد براتون باز. دکتر فهمی کار من سواله کرد، من میخواستم همه اینا رو بگم حالا به زبون خودم، به خاطر اینکه میبینیم پای تخته براتون کشیدم. اکتیویتینگ ایونت یعنی یه اتفاقی که میفته، یه عامل استرسایی که اتفاق میفته و اونجا سی میبین نوشتم کانسیکوئنس، یعنی ما معمولا فکر میکنیم که خب این اتفاق افتاد منم اینطوری شدم، این فلانی این کارو کرد من عصبانی شدم، یا تو چرا انقدر اعصاب منو خرد میکنی، و یه عاملی که اون وسط هست که همون میخوایم باز برسیم با خطاهای شناختی که بهش میگیم بی یا بلی، این وسط ما میخوایم بیاییم رو این کار کنیم. به این مدل میگیم مدل ABC، مدل ABC Activating Event Belief Consequence، که همونطور که دکتر فرودی گفتن ما واقعا خوب کنترلی روی Activating Event یعنی عامل استرس نداریم، کنترلی هم شاید رو کانسیکونس خیلی نداریم. پس بیاییم ببینیم که اون فکری که توی ذهن ما به وجود میاد، که معمولا هم این افکار افکاری هستن که بارها و بارها تکرار میشن تو ذهن ما، یعنی میبینید که شما در طول روز از صبح که بلند میشین تا شب که میخوابین هزارها فکر که اگه داری، اگه اینا رو ثبت و ضبط کنیم میبینید که هر روز دوباره همون فکرها هست، که خب خیلی از این فکرها باعث افسردگی و استراب میشه وقتی که به طور مزمن باشه، یعنی استرس هایی که به طورت مزمن در بیاد باعث افسردگی و استراب میشه. و بنابراین مهمه که ما این خطاها رو توی افکارمون شناسایی کنیم، یعنی ببینیم که کجاها ممکنه مشکل داشته باشه. یه کتابی هست به نام Mind Over Mood، این کتاب خیلی خوبیه به نظر من، اگر که میخواید خیلی تمرینای خیلی خوبی داره، که نویسنده‌شون هست دنیس گرینبرگ، کریستین پادسکی، که یه مثال خیلی، من می‌خواستم با این مثال شروع کنم، نمیدونم چقدر وقت کنم که به همه یه خطای شناختی برسم، اشکال ندارم. اوکی بگم این یه مثال جالبی زده توی این کتاب، میگه که فرض کنید که یه دفعه پیش یه نفر به من گفتش مثال بیشتر بزن، من امروز می‌خوام بیشتر با مثال پیش برم، یعنی مطالبی که میگم براتون بیشتر مثال بزن. این مثالش خیلی گویاست، میگه یه آدمی سر کارش رئیسش ازش تعریف میکنه و این دچار استراب میشه، یعنی ببینید اون تعریف کردن چی بوده، اون اکتیویتینگ ایونت یعنی اون عامل استرس رو در واقع تعریف کرد، چون منظر چیز مثبتی میاد، ولی اون کانسیکوئنس یا اون چیزی که اون فرد تجربه میکنه احساس استراب. پس تنها راهش اینه که بررسی کنیم که اون وسط، یعنی اون حلقه زنجیر وسط که ما نمیدونیم چیه، اون چیه در واقع. حالا این آدم نشسته جلوی یک روان درمان و داره باش صحبت میکنه، میگه که من این اتفاق برام افتاد، بعد تراپیست ازش میپرسه که خب چی تو رو در این مورد ترسون؟ اسم این خانم هست ماریسا، ماریسا میگه که من نمیدونم، ولی فکر احساس کردم که همین که سوپروایزرم یا مدیرم به کار من توجه کرد من دچار اضطراب شدم. بعد تراپیست میگه خب این چیه این تو رو ترسون؟ میگه که خب من معمولا کارم رو درست انجام نمیدم، اشتباه میکنم. بعد تراپیست میگه که خب اگه کارتو اشتباه انجام بدی چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ میگه خب یه روز مدیرم متوجه اشتباهاتم میشه، و تراپیست میگه خب اگه متوجه اشتباهات بشه بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه خب اون وقت مدیرم از دست من عصبانی میشه. میگه خب اگر که مدیرت عصبانی بشه بعد چه اتفاقی میفته؟ ما از این سوالا خیلی میکنیم تو تراپی، این چیز روند نرمالی. بعد میگه که خب میگه فکر کن که بدترین اتفاقی که ممکن بیفته چیه؟ اینا میگه خب مدیرم خب منو اخراج میکنه. بعد میگه که بعد اینو با هم دیگه با تراپیست که با هم میشینن در واقع سامرایز یا خلاصه میکنن، این میشه که ببینید این در واقع یک کامپلیمنت یا یه تعریفی شنید این آدم، تو ذهنش اومد که اوکی نکنه من دوشارش نکنه اشتباه کنم، من اخراج میشم، اگه اخراج بشم بعد نمیتونم دوباره یه کار بهتر پیدا کنم، و این باعث شد که دوشار استراب بشه. یعنی ببینید اون اتفاقاتی که اون وسط افتاد، یعنی ما اینجا میایم یک پازی میدیم، برمیگردیم عقب نگاه میکنیم اوکی این اتفاق که افتاد، خب حالا چه افکاری تو ذهن من ایجاد شد، بررسی اون افکار. که باز تو همین کتاب یه سوالای خوبی آورده که این سوالا رو میتونید خودتون بپرسید، اگه اتفاق استرزایی افتاد این سوالا رو بپرسین که ببینید که
چطور شد که اینطوری شد. مثلا از خودتون بپرسید که دقیقا قبل از اینکه من دچار این اضطراب بشم تو ذهن من چه خبر بود، یا این واقعه در مورد من چی میگه، یعنی این چه معنی، من در مورد خودم چه فکری میکنم توی این واقعه. بعد این در مورد آینده من چی میگه، در مورد زندگی من چی میگه، من نگران هستم که چه اتفاقی بیفته، بدترین چیزی که ممکن اتفاق بیفته چیه، بعد آیا این خاطره یا تصویری از گذشته به ذهن من میاره. اینا همه سوالایی که میتونه کمک بکنه. حالا من بعد وارد اینترونشن باید من اینجا کنم. ببین موقعی که این نکته که اینجا میاد، این افکاری که سلسله بار شروع میشه و جلو میره، ارون بک بنیانگذار این مکتب کاگنیتیو تراپی یا این که اهمیت میده رو شناخت و معناسازی ها، لغتی رو به کار میبره به نام انت، A-N-T، Automatic Negative Thought. انت به فارسی هم یعنی مورچه دیگه، نه به انگلیسی مورچه، اسمش میشه انت. و او اعتقادش اینه که این افکار اتومات منفی بدون دعوت و دم همو گرفته وارد ذهن ما میشن. تنها چیزی که میتونه جلوی این هجوم افکار منفی خودکار رو بگیره چیزیه که دن سیگل اسمشو میذاره مایندفولنس. یعنی اون وقت در نظام گورجیوفی، گورجیوف یک مستره که به اصطلاح 80 سال پیش مراکزی رو برای اولین بار در آمریکا بنیاد گذاشت که این در این مراکز به انسان آموزش میده که دائم از حالت مکانیکال و اتومات بیرون بیا و در هوشیاری زندگی کن. این همون چیزی هم هست که در عرفان بهش بیداری میگن. حالا بیداری دل هست، بیداری ذهن هست. اما اینجا لازمه من بگم تو ترینینگ های گورجیوفی، گورجیوف خودش از یه مثالی استفاده میکنه، میگه که شما خودتون رو یک کریج یا یک کالسکه مجسم کنی که این کالسکه یه بدن داره که بدنش اعضای بدن شماست. خب بعد این کالسکه برای اینکه حرکت کنه اسب احتیاج داره. اسبی که این کالسکه رو، این بدن رو حرکت میده، عواطف شماست، ایموشن شماست. خب یا افکاریه که اون ایموشن رو اکتیویت میکنه یا فعال میکنه. بعد تسمه های این اسب رو به کالسکه یا کریج میچسبونه. این تسمه ها حواست ماست، یعنی چشایی و بویایی رو دیدن و نمیدونم حواست ما. حالا ساینس از 5 حس صرف میزنه، حالا حس شیشم هم به کنار خودش از این 5 حس صرف میزنه. مولانا از 5 حس درونی هم حرف میزنه، اونم بذاریم کنار. بعد گورجیوف میگه که برای اینکه سفر زندگی یک سفر موزون باشه، ما باید از بادیمون خوب تکر کنیم. خب که در اینجاست که از فعالیت‌های ورزشی و تمرین‌ها و بیداری و خواب و تنظیم و خوراک و همه اینا حرف می‌زنه. بعد باید حواسمون رو که احساسات ما رو به حرکت در میاره، این حواس رو پیوسته با واقعیت‌ها در ارتباط نگه داریم. اون وقت سر این دوتا اسب یه سورچی نشسته که اسبا رو هدایت کنه به این ور اون ور. اون سورچی عقل ماست. خب بنابراین عقل ما عواطف ما رو به کمک حواسی که از بدن ما ناشی میشه به حرکت در میاره. میگه اگر ما در حال اتومات، یعنی همطوری که افکار اتومات بیاد
زندگی بکنی در بهترین شکلش، حالا فرض کن اصلا افکارم مثبت باشه یا افکار منفی در بدترین شکلش، زندگی انسان مثل فیلمای جان وین کالسکه را میفته و بعد دست انداز میفته و از بالای تپه تا 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 میفته پایین و حالا اگه شانس بیاره خانمه میفته بغل جان وین، اگه شانس نیاره این از این بر اون از اون بر، همه چی تمام. گرجیوف میگه تمام تلاش زندگی ما باید این باشه. چی؟ یه مستری داشته باشیم تو این کریج، تو این کالسکه یه اربابی نشسته باشه که این ارباب دائم دستشو بیاره بیرون و نقشه‌ای که سورچی باید دنبال کنه به سورچی بده، یعنی به عقل ما هم فرمان بده. مستری که تو این کالسکه باید به وجود بیاد کانشسنس و بیداری ماست. انسان هرچه بیدارتر رستگارتر. حالا این بیداری همون مایندفولنسه که ذهن ما به طور مکانیکال عمل نکنه، چون ما ممکنه ده بار یه کاری رو کردیم نتیجه بد داده، اما ممکنه که 11 بار نتیجهش متفاوت باشه. ذهن ما باید این انعطاف پذیری رو برای این تازگی داشته باشه. بنابراین بزرگترین مسئله‌ای که الان بهار داره باز میکنه و مسیر خوبی داره میره اینه که این افکار اتومات حاکم ما نشه. مرسی از توضیحتون. این افکار اتومات پس چی هستن؟ چه همونطور که توضیح دادن دکتر فرنودی، این خطاهایی که ما دچارش میشیم، یعنی واقعیتهایی که نمیبینیم، این زمانهایی که در واقع افکاری که ناخودآگاه هستن ما رو در بر میگیرن و ما دچار استرس میشیم و متوجه نمیشیم چه اتفاقی داره میفته. میخوام اونا رو باز کنیم دونه دونه، به همین خطاهای شناختی که بهش میگیم. یکی از اتفاقاتی که ممکنه بیفته، یعنی اون خطایی که تو اون فکر ما ممکنه اتفاق بیفته، بهش میگیم شخصی سازی یا پرسونالیزیشن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما همه چی به خودمون میگیریم، خودمون رو مقصر و مسئول همه چیز میدونیم. مثلا فرض کنید یکی از دوستای شما میگه چقدر چاقی زیاد شده، شما سریع اولین فکری که به ذهنتون میاد اینه که حتما من چاقم، یعنی منظورش به منه، حالا اینو داره میگه چون منظورش به منه. یا خودتون رو برای هر چیزی که عذاب درست عذاب در نمیاد سرزنش میکنه، یعنی اینو میگیم هی همه چی رو به خود گرفتن، خود رو بیش از حد مسئول دونستن، مقصر 100% همه چیز دونستن، که یه روی دیگرش میشه بلیمینگ یا سرزنش کردن که دیگری رو 100% مقصر همه چیز دونستن، که اینا همش خطاست، یعنی دید درستی از واقعیت نیست. یکی دیگه‌اش تفکر همه یا هیچه، all or nothing thinking، تفکر سیاه و سفید دیدن در واقع. مثلا این که فکر کنیم که یه آدمی یا منو 100% دوست داره یا نداره، یا مثلا فکر کنیم این مدرسه یا عالیه یا افتضاحه، یا من یا یه کاری رو انجام نمیدم یا انجام بدم و کامل انجام بدم، یا اگه کامل انجام ندادم حتما افتضاح انجام دادم، یعنی خیلی حتما کار بدی انجام. یه آدمی یا خوبه یا بده، که اینو با تو روانشناسی بهش سپلیتینگ هم میگیم که در بدترین حالتش همون اختلال بوردر لاین. یه نفر یه کاری میکنه میگه به کلی از چشم افتاد، مثلا دیگه یادمون میره همه کارهای خوبی که کرده. من استادم دکتر بابایی خیلی مثال جالبی میزد، میگفت دیدگاه گورخری باید داشت. شل سیلورستان یه شعری داره که میگه یه گورخری بود که میگفت من نمیدونم که من یه خری هستم سفید با راه‌های سیاه یا خری هستم سیاه با راه‌های سفید. من میگفت ما آدم‌ها هممون گوره خریم، یعنی هممون هم راه‌های سیاه داریم هم راه‌های سفید، ولی معمولاً دچار این تفکر اشتباه میشیم که یا من کلاً سیاهم یا من کلاً سفیدم، یعنی از واقع گرایی خارج میشیم و خودمون تصویر واقعی رو از خودمون نمیبینیم. یکی دیگه از خطاهای شناختی، یعنی همین تفکرات اتوماتیک که گفتیم، خطایی که ممکنه تو این تفکرات اتوماتیک وجود داشته باشه، بهش میگیم بیش تعمیم دادن یا over generalization.
که اینو از در واقع وقتی که یه نفر داره میگه همیشه یا هرگز، اینا از اونا میتونیم بفهمیم. مثلا تو همیشه آدم خودخواهی هستی، تو هیچ وقت به موقع نمیای، من همیشه این کارو میکنم، یا اینا در واقع یک حالت مطلق گرایی. ببینید تو همه این چیزایی که داریم میگیم یه جوری اگه نگاه کنیم مطلق گرایی وجود داره. استفاده از لغت های همیشه، هرگز، اصلا، همه مردا اینطوریان، همه زنا اینطوریان، اینا به اینا در واقع بیشتر میدادن. یکی دیگه فیلتر ذهنی. فیلتر ذهنی چیه؟ فیلتر ذهنی یعنی بر اساس یک کل، بر اساس یک جزء کل واقعیت رو تحریف کردن، فیلتر کردن. مثل یک جوهری که کل آب رو رنگی میکنه. مثل این میمونه که ما اطلاعات جدید رو از یه فیلتر ذهنی داریم عبور میدیم. مثلا به همه خصوصیت های خوب یه نفر توجه میکنیم، یا به همه خصوصیت های بد یه نفر توجه میکنیم. این میشه فیلتر ذهنی. دیگه یکی دیگه اش، یکی دیگه از این خطاها بزرگ کردن یا کوچک کردن زیادی. بهش میگیم مگنیفای کردن، مگنیفیکیشن، یا مینیمایز کردن زیاد از حد. که این باعث میشه ما امور رو در حد و اندازه واقعی خودشون نمیبینیم و دیگه اگه اون تفکر منفی باشه بهش فاجعه سازی هم میگن، کاتاستروفیزیشن، فاجعه سازی کردن از امور. و اگه خیلی فکر مثبتی باشه بهش میگن ماجیکال تینکینگ، ویشفول تینکینگ. اینا هیچ کدوم اینا تفکرات واقعی نیست. مثلا فرض کنید یه نفر طلاق میگیره، میگه که این زندگی من اصلا یک زندگی وحشتناکی بود، داره فاجعه سازی میکنه، اصلا هیچ چیز مثبتی یعنی نبود، این اصلا این آدم هیچ چیز مثبتی نداشت، شو باشه ازدواج کرد. دیگه خطای دیگه که وجود داره، شما چیزی میخواید بگید؟ ببینید روی این مسئله فیلتریزیشن که اشاره کرد، یا فیلترهایی که ما میذاریم، مولانا یه خط شعر زیبا داره، چون شعر میبینم تو ذهنتون داره. میگه آبگینه سبز چون سازی نقاب، سبز بینی جمله نور آفتاب. و دقیقاً میگه اگر ما ذهنمون رو به یک لنزی فروخته باشیم از قبل، یعنی اگر ما از قبل تصمیم گرفتیم این خواهرشوهر همیشه به من حسودی میکنه، در هر سیچویشن جدیدی هم که ما وارد بشیم با همون لنز رفتارهای اون رو معناسازی میکنیم. و وقتی که ما چندین بار با یک لنز یک کسی رو دیدیم، ذهن خودمون گرفتار اون پیش زمینه هایی میشه که دیگه اسمش از تعصب، ما نسبت به یه چیزی متعصب میشیم. خود ریشه اصلا تعصباتی که موجب فاجعه های در جهان شده بین همه انسان ها، تعصب دینی، ضد تعصب دینی، تعصب نمیدونم نژادی، ضد تعصب نژادی، یعنی ذهنی که تازگی فکر رو از دست داده. همین آقای اکارت در اینجا که کتاب پاور آف نا رو نوشته و خیلی قدیمی تر از اون 800 سال پیش، مولانا وقتی میگه هر زمان نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. یعنی بودا میگه در یک نهر دوبار نمیتونی شما شنا کنی، چون دفعه دوم نه اون نهر همون نهر، نه شما همون آدم. بنابراین یکی از گرفتاری های ما اینه که ذهنمون به یه چیزی که عادت میکنه وا نمیده. باور کنید که امکان داره کسی که همیشه به شما حسودی کرده یه بارم نکنه، کسی که همیشه به ما بدی کرده یه بارم نکنه. ولی ما برای اینکه اون یه بار رو ببینیم باید ذهنمون رو به اون فکر پیش فروش نکرده باشیم. ممنون، مرسی. خب یکی دیگه از این خطاها ذهن خوانی یا مایند ریدینگ. مثلا فرض کنید دوست شما با شما قرار کوه میذاره، بعد کنسل میکنه، میگه به خاطر اینکه بارون میاد. بعد شما میگین که تو ذهنتون میگین که خب این نه، این به خاطر اینکه حال نداشته، انگار ذهن اونو خوندی در واقع، یه قضاوتی روش میکنه. یا مثلا فرض کنید اینکه فکر میکنید همیشه شما زیر دوربین دیگران هستید، یا دیگران دارن متوجه اشتباهات شما هستن، دونه دونه حرکت های شما رو دارن در نظر میگیرن و همش استراب دارین که نکنه اشتباه کنن.
انگار که باز دارین ذهن اونا رو میخونید، نمیدونید تو ذهن اونا چی میگذره، ولی برای خودتون فکر میکنید که اونا الان هی دارن فکر میکنن من اشتباه میکنم درست انجام میدم. بهترین نمونه شون فیلم مارمولک اگه یادتون باشه، میرسه اونجا که اون پسره فکر میکنه این آخونده هی داره اینو میپاد چون این داره، بعد میگه که حاج آقا شما راجع به من چی فکر میکنید؟ اونم بیچاره تو فکر در رفتن خودش میگه اصلا من فکر نمیکنم. یعنی خیلی وقتا اصلا یک کسی راجع به ما داره فکر نمیکنه، ولی ما فقط حدس میزنیم. یکی دیگه مهمترین این خطاهای شناختی یا همون مورچه ها، انتا، اوتوماتیک نگاتیو تال، فورچون تلینگه که دکتر فرنیان خیلی به تفصیل قبلا صحبت کردن، تو همون سیدی هاشون هم این همه خطاهای شناختی رو صحبت کردن، راجع به این خیلی صحبت کردن. این خیلی مهمه. ما فکرهایی که راجع به آینده میکنیم، مثلا فکر میکنم که من تا آخر عمرم تنها میمونم، من هیچ وقت موفق نمیشم، انگار که این چیزی که الان هست دیگه، این وضعیت بدی که هست همیشه در تا آینده ادامه خواهد داشت، یا یه پیشبینی ها و فکرهای بد و منفی در مورد آینده که این چه اتفاقات بدی در آینده میخواد بیفته، این بهش میگن فورچون تلینگ یا پیشبینی آینده. در یکی دیگه توقع، دیمند، توقعات زیاد از خود و دیگران که توش کلمات باید خیلی هست، من باید موفق بشم، باید به من احترام بذارن، چرا فلانی این کار نکرد، اون باید با من اینطوری رفتار میکرد یا اونطوری رفتار میکرد، که این باید ها خیلی، اینا میتونه باعث خیلی استرس بشه، برای اینکه باز یه حالت مطلق داره. اگه ما تو ذهنمون اون باید ها رو تبدیل کنیم به این بهتر است، ببینید چقدر حالمون میتونه بهتر، خب بهتره که به من احترام بذارن اگر هم نزاش آخر دنیا نیست. شناسایی بایدها که یادم دکتر خواجه نوری هم ازش به عنوان شلاق باید یاد میکنه، یعنی انقدر این بایدها، مخصوصا بایدهایی که برای خودمون میذاریم و بر اساس اون بایدهایی که برای خودمون میذاریم چقدر خودمون رو قضاوت میکنیم و چقدر با خودمون بد میشیم، از خودمون بدمون میاد، فکر میکنیم حتما باید یه استانداردهای خاصی رو میت کنیم تا دوست داشتنی باشیم و نمیتونیم در واقع خودمون رو بدون قید و شرط دوست داشته باشیم. شناسایی این بایدها خیلی مهمه، ببینیم آیا برای خودمون شرط یا بایدی میذاریم تو ذهنمون برای اینکه من قابل قبول باشم یا دوست داشتنی باشم. این یه چیزیه من خودم خیلی کار میکنم با کلاینتامش. بعد دیگه یه خطای شناختی دیگه، برچسب زدن یا لیبلینگ، مثلا احمق، بی ارزه، نمیدونم بازنده، اینا رو حالا برچسب رو به خودمون میتونیم بزنیم یا به دیگران میتونیم بزنیم. اینا تو ذهنمون فکر کنیم فلانی چه آدم بیورزه یا من خیلی بیورزم، اینا افکار سازنده و مفیدی نیست، به خاطر اینکه هیچ وقت به حل مسئله کمک نمیکنه. ما هیچ وقت نمیتونیم با اینکه فکر کنیم که مثلا فلانی احمقه یا خودمون احمقه، هیچ کمکی به ما نمیکنه که ما بفهمیم مشکل چیه یا اینجا نیاز من چیه، من الان از این چه استفاده مثبتی میتونم بکنم که بتونم نیازامو برآورده کنم توی این شرایط. و آخرین خطای شناختی که میخوام بگم و دهمیش، استدلال احساسی. مثلا چون احساس میکنم یه نفر از من متنفره پس حتما از من متنفره، چون احساس میکنم شکست خوردم پس حتما من شکست خوردم، چون احساس غم میکنم پس حتما آدم افسرده ای هستم، میترسم اینکه این کار رو انجام بدم پس حتما نمیتونم این کار رو انجام بدم، و نتیجه گیریمون بر اساس احساسه نه واقعیت و منطق. من احساس میکنم شما بخواهیم من درست خیست که میکنم متوجه میکنم. ببین یه ذره برم عقبتر چون این آخریش بود این مسئله رو میگفت. اگرچه جویی که به اصطلاح ادراکات ما ازش میاد همون حواس ما هست، اما حواس ادراکات خام ما داریم، ادراکات مچور یا بالغ یا پروسس شده داریم. احساسات و ادراکات خام خیلی قابل اعتماد کردن نیستند، به این دلیل که پروسس نشده. یعنی چی؟ یعنی از مغز پیشانی و به خصوص از مخزن هیپوکامپوس
که مخزن تجربیات گذشته ماست و از منطق و لاجیک عبور نکرده، لذا به این دلیل میتونه میسلیدینگ باشه. فرق بچه ها با انسان های بالغ در اینه که اونها با احساساتشون ریسپانس هایی میدن که بیسش فقط احساسات افراد مچور پروسس میکنن و هر چقدر بالغتر احساسات بهتر پروسس شده است. نکته ای هم که اینجا در مورد به اصطلاح اهمیت این شناخت و معناسازی ها اشاره میکنه، باز من همش حیفم میاد که یک حکمت و خرد 800 ساله رو که به خودمونم تعلق داره ندیده بگیریم. مولانا وقتی میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. یعنی چی؟ یعنی ما اندیشه هامون هست و وقتی که میگه اگر فکر تو گل باشه گلستان برات میآفرینه و فکرت خار باشه خارستان برات میآفرینه، یا وقتی میگه فکر خوش دیگر خوشی ها میخرد، فکر بد افکار بد را میچرد. در نتیجه دقیقاً به این مسئله توجه داره که این شعر آخری رو من یه جای خوندم، یک استادی که به عرفان تسلط داره گفت که این شعر آخری از مولانا نیست، منتها من میدونم منم نگفتم، پس یه کسی دیگه ای گفته که به سبک و سیاق مولانا آشنا بوده. و این خاصیت این ذهنه که همون فیلترسازی که ازش صحبت کرد خودش تعیین کننده است که ما ذهنمون رو به کدوم طرف میخوایم هدایت کنیم. وقتی که اشاره کرد به این پیشگویی های بد و تعمیم سازی، یعنی شانس من همیشه اینطوریه، یا تا ما اومدیم بورس بخریم بازار بورس چیزی دست به دریا بزنم خشک میشه، خب اینا سلف ایمپوزد پینه، یعنی دردهایی هست که ما خودمون به خودمون تحمیل میکنیم. چند تا فکر پایه هست که من تو تجربیات کاریم یه تصحیح هم اینجا الان میکنم، یعنی توضیح میدم، تصحیح نه، یه توضیح میدم. تو تجربه کاریم من به چند تا فکر رهایی ساز دست یافتم و این افکار رهایی ساز رو باهاتون شیر میخوام بکنم، به خاطر اینکه از تو اون چی میگن چنبره‌ای که میتونه ما رو به سمت همه این معناسازی های غلط ببره یا خطاهای ادراکی ببره یا خطاهای ذهنی شناختی ببره، از تو اینا میتونه بیاره بیرون. این تاثیر تجربیات خود منه و اون اینه که اگر ما بگیم فقط این چند اصل اعتبار داره، مثل قوانینی که مثلا شما میگین در فلسفه کل همیشه بزرگتر از اجزای خودشه، این همه زمان ها در همه مکان ها این حرف درسته، هر کلی بزرگتر از اجزای خودشه. خب این چیزایی که میگم تو تجربه به دست آوردن، همون یکیش اون چیزیه که شاملو میگه این نیز بگذرد، یعنی در بدترین شرایط شما بدید خوشبختانه تو زندگی مهمترین قانون حیات چنجه، نه دردش پرمیننته نه جویش چنج. یعنی اگر در هر لحظه که دیگه به استیصال میخواییم برسیم فکر کنیم اینم عوض میشه، اینجوری که نمیمونه که. حالا منتها آدم منفی میگه اینجوری نمیمونه، از این بدتر میشه. آدم مثبت میگه تغییر میکنه. بنابراین چنج یکی از اصولیه که ما همیشه باید بالای ذهنمون یا رو پیشونیمون ایمجین کنیم وجود داره، این نیز بگذرد، چنج وجود داره. و دومین اصلی که شاید خیلی خوشحالتون نکنه و واقعیه اینه که از روزی که من به دنیا میام تا روزی که از این جهان برم هم غم هم شادی رو باید تجربه کنم.
تموم شد. هم غم هم شادی رو باید تجربه کنم، هم سلامتی هم بیماری رو تجربه کنم، هم داری هم نداری رو تجربه کنم. من فکر میکنم یکی از زنانی که خیلی احترام قلبن براش دارم، اگرچه من با نهاد سلطنت هیچ وقت چیز به عنوان یک نظام مترقی برای اداره یک مملکت نمیدیدم، به خصوص سلطنت موروثی رو، و هنوزم نمیبینم، ولی احترام بسیاری برای ملکه سابق ایران دارم، به دلیل اینکه آنچه بر سر او آمد کم نیست، اما تو تمام مصاحبه‌هاش می‌دونید آدم تلخی نیست. آدم تلخی نیست. و این تلخ نشدن نشونه اینه که آدم سرنوشت خودش رو می‌پذیره. کی به ما یه کتابی سال‌ها پیش تو آمریکا در اومد بیرون، پرفروشنده‌ترین پرفروش‌ترین کتاب بود. Nobody promised you a rose garden. هیچ که به تو وعده یه باغ گل سرخ نداده که از اولی که اومدی تا آخری که توشی بشین و بو کن چای غم پهلو بخور، همچی خبری نیست. و اگر این اصل رو هم ما بپذیریم که پین و گین همیشه با ماست، چنج همیشه اونجا وجود داره، و حالا من یه جای وقتی از اسپریچوالیتی حرف میزنم، خطاهای شناختی در افراد اسپریچوال کمتر از افراد دیگه است. خطاهای شناختی در افراد اسپریچوال و متبکل کمتر از دیگرانه. باز دوباره همیشه وقتی من لغت اسپریچوالیتی رو به کار میبرم، منو فکر نکنید که در چارچوب دین دارم صحبت میکنم. اسپریچوالیتی به معنی باور به یک نیروی فراتر از نیروی تو، که به هنگام رویکرد صمیمانه تو به او در کنار توست. من به این معنا نگاه میکنم و تحقیقات علمی نشون میده افراد اسپریچوال تشویش درشون کمتره، لحظات هلپلسنس درشون پایینتره، زودتر از رو مسائل پیچیده زندگی و از دردهای بزرگ عبور میکنن. اینو به موقعش به اصطلاح تعریف میکنن که چه جوری میشه. ممنون، مرسی. من الان دیگه بحثمو میبندم، ولی در ارتباط با این چنج که دکتر فرنودی گفتن، یه تجربه شخصی من دارم که خیلی جالبه. اینه که یک مدیتیشنی من شرکت کردم به نام ویپاسانا، و خب بحث از اسپریچوالیتی هم شد که این ویپاسانا از بودایی، از در واقع از خود بودا اومده، یعنی بودا این مدلی مدیتیشن میکرد. و در کل این مدیتیشن اینه که میگه شما این چنج و تغییر رو در چهارچوب فیزیکی بدنتون وقتی تجربه بکنید، اینو عمیقا درک میکنید و با این دیگه زندگی میکنید و اون وقت میتونید خوشبخت زندگی کنید. در کل این مدیتیشن شما تمام تمرکزتون اینه که چه احساساتی، چه سنسیشنایی از نوک، یعنی از فرق سر تا نوک انگشتای پا دارید، و همش رو، یعنی 10 روز، روزی 10 ساعت مدیتیشن میکنید فقط روی تمام سنسیشنا، و بعد میبینید که بدن خود ما که فکر میکنیم جامده و هیچ، مثلا این بدن من دیگه، خوب این بدن من تغییر نمیکنه، میبینیم هر لحظه در حال تغییره. یعنی عملی به طور تجربی شما میبینید که هیچ چیز ثابتی وجود نداره. این بدن من یه لحظه اینجاست درد میگیره، یه لحظه اونور میخاره، یه لحظه اینور میسوزه، یا همش با این در تماسی و اینو با تمام وجودتون لمس میکنی. من برگردم به این بحث همین افکار. پس ما اگر در زمانی که آرامش داریم، در زمانی که یه مقدار حالمون بهتره، وقتی بشینیم بررسی کنیم، میتونیم این افکار رو پیدا کنیم، چون وقتی از لحاظ هیجانی برانگیخته هستیم و نمیتونیم منطقی فکر کنیم. به خاطر همین هم یکی از دلایلی که تراپی یا گروپ تراپی خیلی خوبه، به خاطر اینکه آدمای دیگه با مشکل ما از نظر هیجانی یا احساسی درگیر نیستن، ما میتونن در مورد افکارمون فیدبک های خوب بدن. برای همین گروپ تراپی خوبه که اینو میخواستم بگم. و اینکه پس بچه من دوباره خلاصه بکنم تمام این بحثو، هدف اینه که این افکار اتوماتیک رو از اتوماتیک ما در حالا اتوماتیک در بیاریم، بهش آگاه بشیم، یه بررسی روش داشته باشیم و ببینیم که چقدر واقعیه. و برای اینکه ببینیم چقدر واقعیه، باز
یه کاری که میشه کرد اینه که ببینیم چقدر ما شواهد داریم که بتونه این فکر رو رد کنه، چقدر شواهد داریم که بتونیم این فکر رو قبول کنه. که باز تو همین کتاب که خیلی توصیه میکنم یه تکنیکی هست به نام تات ریکورد که ما توی تراپی هم استفاده میکنم ازش، که یک برگه یه شما افکارتون رو مینویسین، بعد اینو در واقع به طور علمی میان مشاهده میکنین که چقدر این فکر درسته و خطاهاش شناسایی میکنین. من ببخشید خیلی خواهش زیاد حرف من دو تا نکته رو اینجا مطرح کنم. یکیش به دلیل اینکه هفته گذشته یک دو تا از شما از من سوال کردیم بیرون و بعدم تو هفته یه خانمی به من تلفن زدن، من یه نکته رو بگم. بهار که اینجا نشسته فوق لیسانس، من معرفیم کردم و درستم معرفی کردم، فوق لیسانسش رو در فامیلی کانسلینگ گرفته و الان لایسنس نداره، اما به عنوان یک اینترن داره با یک خانوم آمریکایی آقای آمریکایی که لایسنس داره زیر نظر اون کار میکنه. این کار در ایالت کالیفرنیا مجاز و هر کسی که به بهار مراجعه کنه پیشنت بهار نیست، پیشنت اون آقاست که اون آقا سوپروایز میکنه. ولی همه ماها برای اینکه لایسنس بشیم بیایم بیرون و بتونیم مستقیم با مراجعه کار کنیم 3000 ساعت باید سوپر ویژن به اصطلاح پرکتیس داشته باشیم. کسانی که دفعه پیش از من پرسیدید، من هیچ کسی رو به لحاظ شغلی پروموت نمی کنم. خانومی هم که به من تلفن زده میگه بیس و پایه این که شما افرادی رو میبرید و معرفی میکنید و بعد تو شهر معرفی میکنید و اینا چیه؟ من هیچ کسی رو معرفی نمیکنم. بهار به عنوان کسی که تو این کلاس میآمد ابراز علاقه کرد که در این کلاس ها مشارکت بکنه و من اعتقادم این هست که نیروهای جوان به تدریج تو جامعه باید بیان بیرون و با جمعیت ارتباط برقرار کنن و به اصطلاح کار بکنن و مفید باشن و خدمت کنن. من پروموتی نکردم بهار رو، فقط او آمده در این کلاس ها، نه تو کلاس ها اجازه دادم کارتشو پخش کنه، نه اجازه دادم فلایر بذاره. تا زمانی هم که در کنار من و با من بخواد همکاری داشته باشه خدماتش برای جامعه باید رایگان باشه، کما اینکه خود من این کار رو سالهاست دارم میکنم. اما من همونطور که تو مطبم کار میکنم و 200 دلارم ویزیت میگیرم، او تو مطب خودش زیر نظر سوپروایزر هر کار میخواد بکنه، هر چقدر میخواد بگیره، مسئولیتش با خودشه، به من ربط نداره. فقط هر کسی که خودش رو صادقانه و علنی معرفی بکنه که بهره برداری نکنه از غفلت افراد، مجازه که کار حرفه ایش رو انجام بده. بنابراین من این توضیح دادم برای اینکه تلفنی که به من شد خیلی دوستانه نبود و من اونجا هم توضیح دادم. ولی به هر حال دفعه پیشم شما از من یکی دو نفر پرسیدن، شما پیشنهادم نگفت، یکی گفت تضمین میکنیم ما بریم پیش بهار، گفتم نه چه تضمینی دارم بکنم، خودم هم تضمین نمیکنم. کسایی که میان پیش من میگن که ما چند جلسه بیایم شما اطمینان داریم ما خوب میشن، میگم اصلا من نمیدونم، خیلی ها اومدن اصلا هم خوب نشدن. بنابراین هیچ تضمینی وجود نداره، بس فقط رو اینه که شما کنکت کنی، کردنشیال رو درست به شما معرفی کنه. و حالا نمیدونم چرا این یه دونه مسئله که بهار اومده تو این کلاس اینقدر مطرح شده، در حالی که تو این شهر ده ها نفر سالها بدون داشتن مدرک پرکتیس کردن و دکتر هم نبودن، خودشون معرفی کردن دکتر رو، همین کارام شده. به هر حال من خواستم این تصحیح رو بکنم اینجا که اطلاعات درست در اختیار شما گذاشته باشم. خود بهارم غیر از این خودشو معرفی نکرد. احتیاجی هم نداره دیگه، حالا بک‌گراند تک تک وقتی بهت مراجعه میکنن میتونی بک‌گراند رو بدی. خب برگردیم به، چون اینجا که کلاس معرفی نیست، کلاس کار خودمونه، برگردیم به مسائلی که امروز مطرح شد.
اول بذارید 3 تا 4 تا سوال بگیریم که این مطالب وقتی شما میشنوید چقدرش فکر میکنید وارد زندگی روزمره شما میتونه بشه، به طور عملی بهتون کمک کنید. هر دوی ما اینجا به این سوالا جواب میدیم. بفرمایید. سوالی که ایشون مطرح کردم، یعنی شما هر دو همش روی خودمون داریم کار میکنیم، هیچ کانکشنی با محیط ما که باعث ایجاد این مشکلات میشه احساس نکردم چه جوری به وجود میاد. منظورتون اینه چرا ما به تصحیح دیگران داریم اشاره نمیکنی؟ در حقیقت جامعه‌ای که در زندگی میکنیم ایجاد این مشکلات رو به هر نحوی بر ما پیش میاره. میخواییم من هدف هم اونه که پس شما رفتی جز 14 معصوم. هدف من اینه که این عوامل رو چجوری میتونیم تفکیک بکنیم. یعنی شما دارید میگید چگونه میشود استرس هایی که منبع خارجی و بیرونی دارند از استرس هایی که ذهن ما برای ما تولید میکند تفکیک کنیم. خب استرس های دنیای بیرون که الان ما میشناسیم، که استرس های دنیای بیرون خودتون اون موقع اون هفته گفتید، مسئله بچه های ما استرس زا هستن، مسئله نوسانات اقتصادی استرس زاست، مسئله بالا بردن درجه آلارم امنیتی استرس زاست، مسئله اینکه میرن با اسلحه تو مدرسه ها بچه های معصوم حمله میکنن استرس زاست. زمانه ما و مدل تمدنی که ما برای خودمون به وجود آوردیم یک تمدن پر از تشویش و اضطرابه. یه کسی یه بار گفت که اگه میخوای واقعا اضطراب و استرس نداشته باشی پشو برو تو تپه‌های تبت، کوههای تبت بشین و رو اونجا بکار یه چیزی روزیه و آدم یه چیزی بخور و بشین هی مدیتیت کن. ولی حداقل عرفان ایرانی که عرفان فعاله و هیچ وقت توصیه انزوا و گوشه نشینی و اون نوع ریاضت هایی که فرض کنید در مکاتب کاتولیک، در عرفان کاتولیک هست، در عرفان بودایی هم حتی هست، اونو هیچ وقت توصیه نکرده. اگه دقت کنید اکثر عرفای ما زنبیل باف بودن، نمیدونم کارگر فهله بودن، نمیدونم تو بین مردم بودن، زندگی میکردن، ولی بحث این بوده که در خودشون یک چنین انضباط فکری و انضباط رفتاری به وجود آورده بودن که یه حالت ایمیونیتی داشتن نسبت به محرک‌های منفی محیطی. کار ما اینه که فقط اون کار رو بکنیم با خودمون. و گفتم توی حالا این سفری که ما به ترکیه رفته بودیم، اگه من به شما بگم باورتون نمیشه، ما پاسپورت جا گذاشتیم، چمدون جا گذاشتیم، چیز عوضی گرفتیم، نمیدونم گم شدیم. یعنی هر اتفاقی که فکر کنی که میتونه یه آدم رو تکون بده به سرمون اومد، ولی که چون فکر میکنم که تصمیممون این بود که هیچی این سفر رو خراب نکنه، این مسائل اینقدر اومد و رفت. ببین من یه جمله رو سالها پیش توی یه مقاله زیر یه مقاله نوشتم و اون این که زندگی رو اقیانوس فرض کنید و امواجش رو حوادث اقیانوس. هیچ موجی تا کنون اقیانوس رو نخورده، تو بالاترین بزرگترین سونامی ها. اگر ما بتونیم خودمون رو اون اقیانوس ببینیم و این موجا بیاد و از سرمون عبور بکنه، بله انسان امروزی شما، من از اینجا هفته یه دفعه دو دفعه ماساژ میگیرم. چرا؟ از اینجا تا برم لس آنجلس اقلا 3 تا 4 تا 5 تا آدم میپیچن یه جلوم که گردنی ها استخون میشه.
خب من که اونا رو نمیتونم عوض کنم، اونم بیچاره اکثرا هم این ونا هستن که نردبون پشتش، رنگ پشتش، دارن میدوئن نونشون رو درارن، ماشینم بزرگ نمیترسن میپیچن جلو آدم. بنابراین اینا هست، اینا هست و خیلی وقتا هست که ما میتونیم تصمیم بگیریم که با این استرس ها چی کار کنیم. یه چیزی گفت بهار خیلی مهم بود، گفت وقتی ما بایدهای زیادی رو به خودمون تحمیل، به خودمون و دیگران تحمیل میکنیم، داریم خودمون رو میذاریم در تیرس استرس. چرا؟ من باید مثلا تا این موقع این کار رو اینجوری کنم، من باید تا اون موقع اون کار رو اینجوری کنم. یادتون نره، یه بار گفتم level of achievement، حد توان ما، level of aspiration، حد خواست ما، هر چقدر فاصله بگیره وسط چو استراب و تشویش بارو میکنه. به همین دلیله که هر تغییری هم ما میخواییم بکنیم، اگه به بیبی استپ چیز باشیم، قانع باشیم، به بیبی استپ قانع باشیم، دائم ما برای اینکه حالمون خوب باشه باید دائم ساکسس تجربه کنیم، یعنی به جای فیلیر ساکسس تجربه کنیم. خب حالا اگر شما بگی من این ماه میخوام 50,000، میخوام چه میدونم 5,000 دلار، یا میخوام 500 دلار، بستگی به اینکام داره، پس انداز کنم و یه همچین پولی تو بودجه کنار گذاشتنی شما نباشه، سر ماه که میشه میگی که خب بیا 70 دلار من بیشتر نتونستم پس انداز کنم. اما اگر از اول حد خواست تو بگی این ماه دلم میخواد تا 100 دلار اگه میتونم کنار بذارم، وقتی که 70 دلار گذاشتی دیساپوینتمنتت کمه و ساکسس اکسپریانس میکنی. شاید هم 120 دلار کنار گذاشتی، یس. این موتیویشنال کوچ ها که به این فوتبالیست ها شما نگاه کنید، مثلا دیگه به حساس در این بازی میره میندازه یا نمیفته اون تو لحظه آخر، خب این بره چیکار کنه؟ خودکشی کنه؟ میلیون ها آدم دارن تماشا میکنن، میلیون ها شرط بندی شده، این هم باید وایس اونو بندازه اون تو. این موتیویشنال کوچ ها به اینا چی یاد میدن؟ این نیز بوکس داره، فردا بازی سیزن دیگه، بازی این و و و و. بنابراین این کامن گو به ما خیلی خیلی فلکسیبیلیتی میده. ولی بله، ما تو دنیای پر اضطراب داریم زندگی میکنیم و هر چقدر زندگی ساده تر، فیلسوف معاصر آمریکا که چند سال پیش فوت کرد، باکمینستر، گفت انسان برای خودش تمدنی خلق کرده که برای دوباره آسوده زیستن باید 90% آنچه که تولید کرده پس بده، آنچه که یاد گرفته فراموش کنه. و هر چقدر که ما پیشرفت بیشتر، میدونی چقدر استرس میده به ما؟ بنابراین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که دائم خودمونو واکسینه کنیم، واکسینه کنیم. آقا ما یکیمونم ایبولا نمیگیریم اما هر شب داریم به ایبولا فکر میکنیم. بفرمایید. ولی با این تجزیه تحلیلی که شما با باهاتون کردن و با این پرسش و پاسخ، من فکر کنم خیلی مفید برای ما که در این کلاس هستیم. ولی با همین صحبتهایی که شما میکنید، من فکر کنم همیشه باید این راست، یعنی باید مرتب اینو یادآوری کنیم به خودتون. بله. صبح که ما از خواب بلند میشیم باید به خودمون بگیم اطمینان دارم که امروز خیلی چیزای اتفاق میفته که من دوست دارم، خیلی چیزا ممکن اتفاق بیفته دوست ندارم. یه کتابی هست مال ویندایر به اسم Change Your Thoughts, Change Your Life که این کتابو بر اساس کتاب تاو نوشته. این مال Change Your Mind, Daniel. نه نه نه، یه دونم ویندایر داره Change Your Thoughts, Change Your Life که بر اساس
این نوشته که در برطور تاو اصول تاو و شعرهای تاو نوشته من قشنگ تیکه به تیکه است. من هر روز یه دونه از اینا رو خودم میخونم، خیلی خیلی خوبه، خیلی موثر، خیلی یادم میاد که چه فکرایی آدم میتونه فکر خودش رو کنترل کنه. واقعا یه کتابی تو به فارسی در اومد به نام 132 قصه زن. شرکت کتاب ممکنه داشته باشه. زن یه مکتب فکریه که به شما آموزش زیستن در لحظه رو یاد میده و زن رو هیچکی نمیتونه به کس دیگه یاد بده و زن هیچ کتاب تئوری نداره. زن فقط یه مش قصه داره که یه استاد و یه عده شاگرد دائم دارن با هم حرکت میکنن و ازش قصه های بیرون آمده. یکی از این قصه ها اینه که یه استاد زنی داره روی کوه با چند تا از شاگرداش میره، یهو میبینه که یه شیری از بالا حمله میکنه و این به همه بچه ها میگه که به همه شاگرداش میگه که برین دستون بگیرین یه چیز برین بپرین تو دره که شیر اینا رو نبینه. بعد خودش هم دستشو به یه ساقی میگیره، آویزون میشه که شیرون بالا سالا. بعد یهو نگاه میکنه میبینه که این ساقه که این به دستشه یه موش صحرایی بزرگ داره تون 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 این ساقه رو میجوه. بعد یه شاگردی که میدیده اونا میگه استاد موش موش. بعد این برمیگرده این طرف دستش یه بوته تمشک و یه دونه تمشک روش داره، اینو میکنه و میده به شاگرده میگه چه تمشک لذیذ. یعنی به جایی که تسلیم این ترسه بشه که داره میفته اونو با داستانهای زن بسیار بسیار به ما نشون میده که در سخت‌ترین لحظات ما میتونیم هنوز به مثبت‌ترین عنصری که کنارمون هست فکر کنیم. اونجا رسیدن کار ما به اون آسونی نیست، نمیگم هممون میتونیم اون کارو بکنیم، اما حداقل میتونیم اونو. میگن یه بار یه کسی گفت اصلا به ما این ریاضیات چی یاد میدن، بیلیون تریلیون، ما تو عمرمون از 100,000 بالاتر احتیاج نداریم یاد بگیریم، زندگی معموله. گفتن این اعدادی که به تو میگن برای اینکه ظرفیت ذهن تو بالا ببرن. یا آقای چیز رصد کرده که چند بیلیون کهکشان فاصله داره با ما، نمیم چند بیلیون سال نوری با ما فاصله، به چه درد ما میخوره؟ آسمونی نگاه کنیم که نمیبینیم. یا ستاره های مردن چندین سال پیش، چند صد هزار سال پیش مردن، هنوز نورشون به زمین میرسه، به چه درد ما میخوایی نبدونه؟ اینشتین گفت All I wanted to do is expand your imagination. یعنی گنجایش ذهن وقتی ما رو اگه بدونیم که لحظه ای که آخرین ساقی که به دستمون موش داره میجوه میشه از تمشک لذت برد، این فقط ایمجینیشن ما رو که تو سختی ها میتونیم چیکار کنیم به اصطلاح وسیع میکنه. یه سوال دیگه بگیریم بعد بریم بفرمایید. من تو زندگی بعد از ترامای بزرگی که برام اومد همیشه از این نیز بگذرد استفاده کردم و پشتش هم خیلی مشکلات هم خیلی مشکلاتی تو زندگی اومده که اصلا استرس رو من نیورده. گفتم خب تموم شد فراموشم شد و بیدم تموم میشه و این خیلی به من کمک کرد. دقیقا مرسی. خب حالا اگر شما دیگه چیزی من یه چیزی به ذهنم رسید باز از یکی همین